مجدداً به پروگرام افراد خوب، اعمال خوب خوش آمدید. ما پروگرام خود را درباره فعالیت‌های بشردوستانه سازمان خیریه انگلیسی افغانی که 95% کارکنانش افغان هستند ادامه می‌دهیم. افغانی برای بهبود کشاورزی و توسعه زیرساخت‌های افغانستان و تشویق کسب و کارهای کوچک در مناطق روستایی پروژه هایی را به اجرا می گذارد. این گروه به عنوان بخشی از تلاش هایشان به طور مستقیم با حدود 500 هزار نفر از نفوس افغانستان کار می کنند. افغانید همچنین تلاش دارد تا رفاه اطفال، این ارزشمندترین سرمایه کشور را بهبود بخشد. یکی از پروژه های افغانید بر آگاه ساختن اطفال از حقوق خود با استفاده از کنوانسیون حقوق اطفال سازمان ملل متحد به عنوان مبنای کار و تطبیق آن با فرهنگ بومی متمرکز است. گروه های کودکان افغانی برای معرفی 4 حق ابتدایی هر طفل به عنوان بخشی از برنامه تعلیمی با مکاتب همکاری می کنند. هر طفل 4 حق اساسی داره. حق اولش زندگی، حق دومش محافظت، حق سومش پیشرفت و انکشاف، حق چهارمش هم سهمگیری، یعنی باید در هر کار حصه بگیرن، در کارهای خوب با پدر و مادرشان. حال بیایید به فعالیت‌های مکتب‌سازی که توسط افغانی تدبیر شده نگاهی بیندازید. اطفال زیبای افغانستان والدین خود را دوست دارند و به آنان احترام می‌گذارند. در نمایشی در صنف درس که توسط متعلمین مکتب اجرا شده و اینجا به شما ارائه می‌شود، دختر کوچکی به دنبال بهترین هدیه برای مادرش می‌باشد تا در روز مادر به او اهدا نماید. او همکنون از ریش سفیدی دانا پندواندرز خواسته است. مچیم راستی که مادر بسیار یک کلمه بزرگ است که ولی من در او باره چیز گفتن نمیتانم، ولی من برای تو چند نصیحت می نمایم. اگر یک پسند هر چند برای مادر خود خدمت کند، هنوزم کم است. بچه مکتب خوندی؟ بله. جان بابا سنف چند هستی؟ در سنف 6 هفته خوندیم. در درس ها چی دوستی؟ در اول خوب بودم دیگه، در پسان قدر خوب نیستم. بچه تو باید سر از این روز یک شاگرد خوب درس و تعلیم خود خوبتر بیاموزی و به مادرت مژده بده که من در سال آینده پارچه اول نمره گیره برای شما تقدیم میکنم. این همه بزرگترین تحفه برای مادر است. یکی از عوامل کلیدی برای رشد و انکشاف یک کشور ساختن و بهینه کردن زیرساخت‌های آن است. افغانید در یکی دیگر از ابتکارهای خود با مردم کشور افغانستان برای بهبود امکانات در سراسر کشور همکاری می کند. We've also done a lot of infrastructure rehabilitation, irrigation channels, roads, bridges and so on. That's been very important. We've also built in some of the more mountainous areas small micro hydroelectric schemes, bringing electricity to the villages. And we have been able with small schemes to give them sort of basic electric light, not power, but electric light, which means that they've been able to read in the evenings. That's been a huge help and a very, very popular program. تا امروز شهروندان افغان با همکاری افغانید 94 پروژه نیروگاه برقابی را به انجام رساندند. با افزوده شدن این منابع به شبکه تولید برق، مردم شریف افغانستان از منافع بسیاری بهره مند می شوند. دفتر افغانید یک برق کوچک در قریه ما ساخت. حساب همکاری مردم که تماما کار بیرونش انجینرش افغانی ساخته، قرار سیمیت یا داینامویی که برای ما آورده و دیگه کارش مردم همکاری مردم رو شده. دیگه ما از روشنی برق بسیار مستفید هستیم. ما بسیار خوش هستیم که در لکین در گیس روشنی ببینیم. از این وقتی که 6 ماه به این طرف با در حساب برق بسیار روشن، در حساب درس، در حساب بچه ها که درس تعلیم میکنند بسیار خوش هستیم. غلامرضا هماهنگ کننده امنیتی و اداری افغانید در مورد اهمیت پروژه های برق رسانی برای مردم کشورش توضیح می دهد. Electricity.
does the man think that people can be connected with the world? They can watch television, they can listen to radio. آن دست از افغان‌هایی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند همواره محبت زیادی نسبت به موطن عزیزشان دارند. آنها اگرچه از اینجا دور هستند اما همواره نسبت به وطندارانشان بسیار فکر می‌کنند. عمر معصوم صاحب گالری ترکمن در لندن در انگلستان می‌باشند. I'm from northern Afghanistan originally. I opened this gallery in 1995. The aim of the gallery is to promote arts and craft from Afghanistan. I thought in my own small way I can promote arts and craft from Afghanistan, weavers and artisans. I support Afghan aid because what they are doing is fantastic in Afghanistan, helping people in need. And giving their expertise and other assistance. از طریق تلاش‌های مشترک مردم سربلند و خوشقلب افغانستان، کشور باستانیشان در آستانه یک عصر جدید قرار گرفته است. We have all resources. We have human resource. So. Developing is not a big matter for us. Yes. Means we must be connected with our government because we are the one who choose the government. Mm-hmm. So if we'll be sincere, our government will be sincere. So government will help us to develop our Afghanistan and see a prosperous and bright future for our community. ما عمیقاً از افغان‌اید به خاطر تلاش‌های ستودنیش که زندگی های بسیاری را در افغانستان بر روش های گوناگون بهبود بخشیده تشکر می کنیم. باشد که خداوند همه مردم دوست داشتنی افغانستان را در حالی که صادقانه در جهت دستیابی به امیدها و رؤیاهای زیبای خود فعالیت می کنند برکت عطا فرماید. لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد افغان اید و سایت زیر مراجعه کنید. از اینکه بیننده پروگرام امروز افراد خوب اعمال خوب که هر یک شنبه پخش می شود بودید تشکر می کنیم. پروگرام بعدی سوپریم مستر تلویزیون دنیای پیرامون ما می باشد که بعد از اخبار قابل توجه پخش می گردد. امید است که زندگیتان سرشار از هماهنگی، محبت و آرامش باشد. Thank you for watching today's good people, good works which airs every Sunday. Next is the world round us after noteworthy news here on Supreme Master Television. May your life be filled with harmony, love and peace. For more details, please visit www.suprememastertv.com/GPGW.